آهنگ سوسا یکی از 3 فیلمی است که از سراسر دنیا مهمان جشنواره فیلم موتورسیکلت دبی شدند. در این رویداد 3 روزه مستندهای کوتاه و بلند و نیمه داستانی مربوط به دنیای موتورسواری به نمایش درآمد. چون این جشنواره هایی به فیلم سازان و به ویژه آنها که خودشان اهل موتورسواری اند فرصت می دهد تا ماجرایشان را با پوشینه و فرهنگ متفاوت خودشان روایت کنند. فیلم های برجسته نظیر ادیتیز با هم به نمایش در آمده که داستان یک سرباز جنگ جهانی دوم است که همچنان هر روز موتورسواری می کند. موضوع فیلم سواران سرکش خورد فرهنگ وسپا سواران اندونزی است. و مستند تأثیرگذار چرا موتورسواری می‌کنیم درباره زنان علاقمند موتورسواری در کویر ساخته شده است. خیلی از کسانی که موتور سواری نکردند، به خصوص زنانی که فکر میکنند موتور سواری کار آنها نیست، باید این فیلم را ببینند. این فیلم خیلی کوتاه است. حرفش را سرراست میزند و تماشایش خیلی میچسبد. و به گمانم واقعا دیگران را تشویق میکند. هر علاقمندی که این فیلم را ببیند خواهد گفت اگر شما توانستید چرا من نتوانم؟ نه فقط عاشقان موتورسیکلت که هر دوستدار سینما هم میتواند به این جشنواره سری بزند و از فیلم های آن لذت ببرد. موتورها اسب های این دوران هستند. موتور احساسی از محیط و اطراف به ما میدهد که وسایل نقلیه دیگر چون این احساسی به ما نمیدهند. موتور ما را به شکل دیگری به مناطق و مردم نواحی مختلف پیوند می‌زند. بنابراین فیلم های موتوری الهام بخشند و احساس آزادی و پیوند با محیط را به ما می‌دهند. همونطور که می‌دانید محصولات تصویری زیادی با موضوع دنیای موتورسواری هست. بنابراین سخت‌ترین بخش کار این بود که ببینیم کدام فیلم‌ها را برای نمایش انتخاب کنیم. روند فعلی اینطور است که در ویدیوهای یوتیوب یا اینستاگرام کسی کنار موتور و ماشین ایستاده و بیننده را تشویق می‌کند که مثل حرفه‌ای‌ها بشود. اما این فیلم‌ها خیلی متفاوتند. خیلی از این فیلم‌ها را کسانی ساختند که عملاً در کار ساخت فیلم و ویدیو هستند و خودشان هم عاشق موتورند. شماری از علاقمندان موتورسواری هم از جاهای مختلف دور هم جمع شدند. علاقه به موتورسواری در امارات هم رو به گسترش است و مهم آن است که رویدادهای اینچنینی مردم و علاقمندان را به دور هم جمع شدن دعوت می‌کند و کسانی مثل ما بعد از مدت‌ها همدیگر را می‌بینند. موتورسواری در دبی برای هر کسی فرق می‌کند و خوب است که اینجا همه جور سبک و سیاقی داره. این کارها در دبی از جاهای کوچک شروع می‌شود، اما هیچ وقت کوچک نمی‌ماند. امیدواریم که این جشنواره در طی 3-5 سال آینده توسعه پیدا کند. این شروع یک کار عظیم در آینده است. اما راه اندازی جشنواره هم چالش دشواری بوده است. لذت بخش‌ترین نکته کار دیدن ذوق و شوق خود فیلمسازان بود، چون رفتن به سراغ آنها خیلی ساده تر از رفتن به سراغ حرفه‌ای‌ها و هالیوودی‌ها بود. هیجان و شوق و آمادگی این کارگردان‌ها برای شرکت در جشنواره واقعاً ما را دلگرم کرد. معلوم است که بدون کمک آنها راه اندازی این جشنواره ممکن نبود. برگزار کنندگان این جشنواره امیدوارند دومین دوره آن را در ماه فوریه سال آینده وسیع‌تر و پربارتر برگزار کنند.